استوانه گلی به خط میخی که به فرمان کوروش کبیر نوشته شده، مهمترین نماد تساهل مذهبی و احترام به فرهنگ های گوناگون در جهان کهن است. منم کوروش، شاه چهار گوشه جهان. من در اندیشه ایمنی شهر بابل و مکانهای مقدسش بودم. من آرام کردم رنجهای مردم بابل را و گسستم زنجیرهای اسارت ایشان را. به واسطه همین استوانه گلیست که جهان کوروش کبیر را می ستاید و او را فرماندهی اندیشه ورز می شناسد. اما این استوانه تنها بخشی از میراث گران ارزش است. در بیش از 2500 سال پیش، کوروش کبیر یکی از زیباترین و استثنائیترین پایتخت های جهان را ساخت و از آن بر بیش از نیمی از جهان شناخته شده روزگارش فرمان راند. پایتخت وی پاسارگاد نامیده می شد. اینجا در پاسارگاد بود که برای نخستین بار در جهان نقشه ساخت باقی عظیم به نام پریدائس به اجرا درآمد. این واژه دلانگیز ایرانی پریدائس به معنای باغ زیبا و آراسته را زبانهای یونانی و لاتین وام گرفتند و امروز در همه زبانهای زنده جهان به معنی بهشت به کار می روند. پردیس، پارادایز و فردوس. از شهر بهشتی کوروش پس از 25 قرن امروز جز ویرانه های چند چیزی بر جای نمانده است. با این همه به یاری کاوش های باستان شناختی پروفسور دیوید استروناخ میان سالهای 1961 تا 1963 و نیز پژوهش های مدرن ژئومگنتیک که توسط گروه مشترک دانشمندان ایرانی و فرانسوی اجرا شده، می توانیم پاسارگاد را به گونه ای که تاکنون امکان پذیر نبوده است ببینیم. برای پر کردن کمبودها خوشبختانه می توانیم از دیگر یادگار هخامنشیان یعنی تخت جمشید سرود بجوییم که برای ساخت آن از معماری پاسارگاد الگو برداری شده است. افزون بر آن، آثار به جا مانده از هخامنشیان در موزه های مختلف جهان را نیز برای پر کردن کمبودها راهنما و الگو قرار داده ایم. اینها بر روی هم ما را توان می دهند تا پاسارگاد، مجموعه ای را که به عنوان میراث بشری شناخته شده است، با بناها و باغ‌های سرسبز خرمش هنگامی که شکوه مند و سرفراز بود، از نو بیافریم. پاسارگاد، تختگاه کوروش کبیر. تاریخ ایران با پرسشی بنیادین آغاز می شود: ایرانیان کیستند؟ ایرانیان شاخه ای از مردمان هند اروپایی بودند که در دشت های اوراسیا می زیستند. نزدیک به 5000 سال پیش این مردمان با رام کردن اسب تا
تغییری بنیادین در حمل و نقل و اصول جنگاوری ایجاد کردند. به کارگیری اسب آنان را توان داد با سرعت بیشتری سفر کنند و سرانجام نیز در سرزمین‌های دوردستی چون اروپا، شمال هندوستان و ایران ساکن شدند. دو شاخه از هند اروپاییان به فلات ایران آمدند. مادها در شمال غربی ایران مستقر شدند و پارس‌ها به بخش‌های مرکزی و جنوبی رفتند. اما اتحاد فرخنده پارس ها و ماد ها بود که مسیر تاریخ را در جهان کهن تغییر داد. کسی که این دو قبیله را متحد کرد کوروش بود که در کوتاه مدتی به کوروش کبیر نامدار شد. انسانیت سرشار او قلب ها را تسخیر کرد و اراده و شجاعتش الهام بخش ملت ها گشت. اتحاد پارس و ماد به زودی آنان را از سایه قدرت های بزرگ زمانه بیرون کشید، به طوری که ظرف 11 سال امپراتوری پهناوری بنیاد کردند که بزرگترین امپراتوری بود که جهان تا آن روزگار به یاد داشت. کوروش که بینشی بس فراتر از روزگاران خیش داشت، آزادی مذاهب و فرهنگ‌های گوناگون در جامعه را بنیاد امپراتوری نامدار خیش ساخت. در این راستا استوانه مشهورش که در بابل یافت شد و اینک در موزه بریتانیا نگهداری می‌شود، از نظر دانشوران بسیاری نخستین اعلامیه حقوق بشر به شمار می‌آید. متن ثبت شده بر استوانه کوروش پس از فتح بابل به فرمان خود وی در 539 قبل از میلاد نوشته شد. وی در آغاز شرح می دهد که چگونه به فتح بابل نائل گشت و سپس روشن می سازد مردمی که شاه بابل بخت و نصر اسیر کرده و از سرزمین مادریشان به بابل آورده آزادند که به سرزمین هایشان بازگردند. تاریخ پر از گفتار پادشاهان است. همه میگن که چگونه بر مردمان دیگه پیروز شد. همه به تفصیل شرح میدن که چگونه دیگر شهرها رو برانداختند و با خاک یکسان کردند. اما فقط یک شاه در تاریخ هست، کوروش، که میگه از ایران رو آزاد کرده تا به میهن خودشون بازگردن. در جمع اسیران بابل یهودیان نیز بودند. استوانه کوروش دو موضوع رو به خوبی روشن میکنه. یک، اثبات میکنه که کوروش فرمان روای روشن بین و مهربان بوده و پیروزی نظامی رو فرصتی برای تجاوز، دزدی و سوء استفاده های دیگر نمیدونسته، کاری که در دنیای قدیم و جدید سپاهیان پیروز به اون دست زدند. دو، سیمایی که مطالب استوانه از کوروش ترسیم میکنه همسان است با مطالب تورات. کو امر ادونای لمشیخو لکورش اشر هغزکتی بیمینو لرد لفناف گوییم. سایروس انترودوست این زی بایبل اسپیشلی این زی. کوروش تنها پادشاه غیر یهودیه که خداوند در تورات به ویژه در کتاب اشعیا نبی به او لقب شبان من و مسیح من میده. این القاب برای پادشاهی خارجی بسیار مثبته و در سراسر تورات نظیر نداره. And we do not have any match for it in the entire Bible. Thus the Lord
خداوند به مسیح خیشنی کوروش که دست راست او را گرفت تا به حضور وی امتها را مقلوب سازد، کمرهای پادشاهان را بگشاید، درها را به حضور وی مفتوح نماید، چنین میگوید که من پیش روی تو خواهم خرامید، جاهای ناهموار را هموار خواهم ساخت، درهای برنجین را شکسته، پشتبندهای آهنین را خواهم برید و گنجهای ظلمت و خزائن مخفی را به تو خواهم بخشید. باید گفت تنها قوم یهود نیست که کوروش رو بزرگ و محترم میپنداره. مداری که محدود باقی مانده اثبات میکنه که کوروش نسبت به همه اقوام خیرخواه و نیکی رسان بوده. در واقع کوروش بنیادگذار نخستین جامعه چند نژادی، چند فرهنگی و چند مذهبی در جهان بود. میدونیم که کوروش یهودیان رو از اسارت در بابل آزاد کرد تا به سرزمین خودشون برگردن، ولی این تنها نمونه چنین رفتاری نبود. با سازی معبد حضرت سلیمان در اورشلیم به دست عزرا و نهمیا فرستادگان شاه ایران هم یک نمونه دیگه است، و این کمک ها در خیلی جاهای دیگه هم انجام شد، در مصر، در بابل و در شهرهای یونانی آسیای صغیر. این نخستین نمونه آزادی دینی در سطح بین المللی در تاریخ بشره. شاهان پارس بیشک به باغ و حفظ طبیعت علاقه ویژه‌ای داشتند. این امر در نقشه خارق‌العاده کوروش برای پایتختش پاسارگاد بیش از پیش آشکار می شود. در پژوهش‌های ژئومگنتیک که اخیراً توسط دانشمندان ایرانی و فرانسوی به سرپرستی دکتر رمی بوشارلا به اجرا در آمده، بخشی از نقشه ویژه شهر پاسارگاد نشان داده شده است. این نقشه برداری که 45 هکتار از 300 هکتار کل مساحت مجموعه را پوشش داده، در طی 6 فصل کاری انجام شد که هر فصل از 3 تا 4 هفته به درازا کشید. یافته های ما آشکار می کنند که در پیرامون مجموعه عظیم پاسارگاد، برج و بارو و استحکامات نظامی ساخته نشده بوده. پایتختی بی استحکامات نظامی در جهان باستان بی سابقه و یگانه بوده است. بابل و تخت جمشید برای نمونه دارای استحکامات بودند. شهر دایره شکل اردشیر، بنیادگذار خاندان ساسانی، نه تنها یک که 3 لایه دیوار دفاعی داشت. شهر مشهور بم نیز نمونه دیگری از شهرهای دارای استحکامات فشرده دفاعی است. پس چرا پاسارگاد انسان متفاوت بود؟ عملا تا دروازه نشانی از تدبیرهای استحفاظی نبوده و دیوار هم نقشی بیشتر از نرده نداشته، اون هم برای مشخص کردن حدود این مجموعه باز و مهمان نواز بوده. کوروش با حذف نقش دفاعی شاید خواسته بوده 2 چیز رو به نمایش بگذاره: قدرت امپراتوری خودش رو که در اون به پادگانهای دفاعی نیازی نبوده، و نیکخواهی فرمانروا رو که به جای دور کردن مردم از خانهش به آنها خوش آمد هم میگفته. این موضوع چه چیزی رو به ما نشون میده؟ نشون میده که استحکامات دفاعی وجود نداشته، خواست بر این بوده که همه اونجا رو ببینن و ترسیم کنن، و این فکر دسترسی آزاد برای همه هم بسیار فکر عمیقی بوده، یعنی که بهشت به همه تعلق داره. راه ورود به این مجموعه 300 هکتاری از رهگذر این دروازه ورودی میسر می شده که بنایی مستطیل شکل آزاد و باشکوه بوده است.
در یک سوی آن مجسمه گاوهای بالدار و در سوی دیگرش پیکره گاوهایی با سر انسانی قرار داشته است. امروز شکوه این سازه سرفراز به دلیل وقوع زمین لرزه ها، باران و گرما و سرماهای شدید به کلی از میان رفته و فقط پایه ستون ها باقی مانده است. با این همه اندازه عظیم این پایه ستون ها که نزدیک به 2 متر در 2 متر است، گویای آن است که این ستون ها سقف بلند و عظیمی را بر پانگاه می داشتند. این سقف در واقع از همه سقف‌های دیگر ساختمان‌های این مجموعه بلندتر بوده. حدود 16 متر بلندا داشته و هر کس رو که از طریق این ورودی زیبا وارد پایتخت کوروش می‌شده، غرق حیرت می‌کرده است. به دلیل اینکه همیشه فضای ورودی فضای مقدسی بوده، کاخ ورودی حتماً سمبول های مقدس درش دیده می شده. اینجا هم ما شاهد انسان بالدار هستیم، نقشی که استثناست در فرهنگ ما، برای اینکه ارزش های فرهنگ های مختلف جهان را در کنار هم جمع آورده. این نقش برجسته شخصی را با جامعه ایلامی و ریشی کوتاه نشان می دهد که کلاهی با 2 شاخ را بر سر دارد. بالای این نقش برجسته یک نوشته به 3 زبان ایلامی، پارسی باستان و بابلی موجود بوده که متاسفانه اکنون از بین رفته و در اون به هر 3 زبان نوشته شده بود: من کوروش پادشاه هخامنشی هستم. احتمالاً این نوشته رو در زمان داریوش اضافه کرده بودند، زیرا خط میخی پارسی باستان در زمان داریوش اختراع میشه. بدین ترتیب بسیاری از دانشوران بر این عقیده‌اند که این نقش برجسته در واقع کوروش کبیر را نشان می‌دهد. ابوالکلام آزاد، وزیر فرهنگ هندوستان در زمان حیات مهاتما گاندی، بر این باور بود که این تصویر همان ذوالقرنین است، کسی که کلاه 2 شاخ بر سر دارد و در قرآن مجید به آن اشاره شده است. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان او هم سهه گذاشت بر تطابق کوروش و ذوالقرنین. خود اعمال کوروش، شخصیت کوروش و پیامی که با خودش میاره، همه اینها نشون دهنده این هست که او یک مقام قدسی هم داشته. فقط مقام سلطنت نبوده، فقط مقام فرماندهی نبوده، و این کوروش پل ارتباطی است بین فرهنگ ملی ایران و اسلام، به این دلیل که کوروش همون ذوالقرنین قرآن. بخش بیرونی این دروازه ورودی بلند که نقش برجسته کوروش را در دل دارد، با پیکره گاوهایی با سر انسان آراسته شده بود. تأکیدی بر این موضوع که این دروازه الگوی اصلی برای ساخت دروازه ملل در تخت جمشید بوده است. برای آگاه ساختن مأموران از حضور یا حرکت مقامات برجسته در چنین مجتمع پهناوری، شاید نیاز بوده است که از شیپور یا کرنا استفاده کند.
اصولا از شیپور برای ارتباطات استفاده بسیاری می شده. شیپور صدای بلندی داره و با اون میشه نشانه های صوتی مختلفی ارسال کرد. این شیپور که دست منه با اون که نصف شیپورهای مدرنه، همونطور که خواهید دید صدای واضح و رسایی داره. کوروش باغ‌های بهشتیش را به طرزی طراحی کرده بود تا نه تنها چشم‌ها را بنوازند، بلکه با صدای دلکش آب روان گوش را نیز نوازش دهند. در نتیجه هر دیدار کننده‌ای که از دروازه ورودی می‌گذشت و گام به درون این مجتمع می‌نهاد، با دریاچه‌ای زیبا و جوی‌هایی از سنگ سپید روبرو می‌شد که آب در آن زمزمه ها داشت. در سال 2008 متوجه شدیم که سر و ته این بخش پهن جویبار با سد یا آببندهایی بسته می شده که بدین ترتیب یک دریاچه مصنوعی پدید می آمده که چند سرریزم داشته تا جریان آب رو کنترل کنه. در نتیجه جویبار به دریاچه مصنوعی جذابی تبدیل می شده که 200 متر طول و 1.5 متر هم ژرفا داشته. این دریاچه حیرت انگیز در واقع بسیار نزدیک به کاخ بار آن قرار داشته. تنها ستون سالم در کل مجموعه پاسارگاد در اینجا قرار دارد، در تالار بار عام، جایی که برای دیدارهای کوروش و درباریانش با مهمانان، هدیه آورندگان و رعایا ساخته شده بود. شوربختانه نقش برجسته هدیه آورندگان در این قصر به شدت آسیب دیده است. البته بهترین تصویر هدیه آورندگان به دربار هخامنشی را در ایوان شرقی کاخ آپادانا در تخت جمشید میتوان دید که با نقش برجسته های شگرف 23 گروه هدیه آور از سراسر امپراتوری آراسته شده است. اما آیا از این هدیه های ارزشمند که بر دیوارهای آپادانا نقش شدند چیزی هم در پاسارگاد یافت شده است؟ در آخرین روز آخرین فصل حفاری چشمم به کوزه شکسته افتاد که نیمش بیرون اومده و داخلش پر از خاک بود. به سرعت مشغول بیرون کشیدن کوزه از زمین شدم. چند ریشه به داخل کوزه رفته بود. ریشه اول رو بیرون کشیدم، بعد ریشه دوم رو بیرون کشیدم و بعد ریشه سوم رو بیرون کشیدم، اما ریشه سوم در واقع دسته یک قاشق نقره‌ای بود که انتهای دستش شبیه سر قو بود. واقعا اون لحظه برای من یکی از لحظه‌های هیجان‌آور و فراموش نشدنی بود. به دنبال پیدا شدن قاشق نقره‌ای نزدیک به 1000 اثر نفیس دیگر نیز یافت شد.
از مهمترین اونها باید به دو بازوبند طلایی با سر بز کوهی اشاره کرد. همینطور سه جفت گوشواره طلا که تزیینات جالبی داشتند. پیدا شدن این جواهرات تأکیدی بود بر اینکه دادن هدایای پرارزش در امپراتوری هخامنشی رسمی رایج بوده. همونطور که از نقش برجسته‌های به جا مانده در تخت جمشید پیداست، نمایندگان ایالت‌های دور و نزدیک به شاه زیورهای گرانبها هدیه می‌دادند. نزدیک محلی که این گنج در آن یافته شد، باقی مانده های کاخی بزرگ قرار دارد به مساحت تقریبی 3000 متر مربع. بر روی ستون های 4 پهلوی بنا که سالم مانده، نوشته سه زبانه است که در آن نام کوروش دیده می شود. در نتیجه می توان پنداشت که این کاخ سفید احتمالاً کاخ مسکونی یا کاخ اختصاصی کوروش کبیر بوده است. از دفترچه یادداشت‌هایی که ارنست هرسفلد به جای گذاشته و اینک در واشنگتن دی سی موجوده، آشکار میشه که در این کاخ تکه‌های کوچک و بزرگ گچ‌های رنگی با طرح‌های مارپیچ، سگوشه و لوزی پیدا کرده بودیم. بر مبنای این نقوش، طراحی درونی کاخ میتوانسته این گونه باشه. در واقع این تکه ها شباهت بسیار دارن به تکه گچ های رنگین و نقشداری که زمانی ستون های چوبی خزانه داریوش در تخت جمشید رو می آراستند. 4 نقش برجسته با بنمایه یکسان شاه را با جامه آینی و با آرایه های زرین به هنگام برون رفت از کاخ می نمایند. سنگ نوشته کوتاه سه زبانه این نگاره را چنین می شناساند: کوروش، شاه بزرگ، هخامنشی. تمام سنگ نوشته های پاسارگاد به سه زبان نوشته شدند که این خود دلیل دیگری است بر چند زبان بودن و چند فرهنگی بودن امپراتوری هخامنشی. کهن‌ترین بازمانده‌های باغ شاهی در جهان. از آنجا که بیشتر فلات ایران را مناطق تقریباً خشک و کم آب تشکیل می‌دهند، برای ایرانیان همیشه آب با آبادانی همراه بوده. بدین ترتیب بوده است که باغ‌های سرسبز با سایبان‌های آرامش بخش در دل کویر و بیابان برپا می‌شدند. اما این عشق ورزی با طبیعت و باغ و بوستان به زمانهایی بس دور و به باغبان بزرگ ایران مربوط می شود، به کوروش. بیش از 2500 سال پیش ایرانیان امپراتوری بزرگی آفریدند که جهان تا آن زمان به یاد نداشت. کوروش با آن امپراتوری آرامش و شکوفایی به جهان هدیه کرد و نماد آن را در باغ‌های پاسارگاد جلوه‌گر ساخت.
این بخش باغ شاهی با رشته‌جویی‌ها و حوضچه‌های ساخته از سنگ سپید که بیش از 1 کیلومتر طول دارند آراسته شده و بقایای آن را هنوز می‌توان دید. سعی کنید تفاوت میان کویری بی آب و علف و با اون چه که کوروش در اینجا سامان داده مجسم کنید. حالا شما وارد بهشت بسیار پهناوری میشین که چندین باغ بزرگ و سرسبز داره. اطراف شما رو جویهای زیبای ساخته از سنگ فرا گرفته و اینها کهن‌ترین بقایای یک پارک شاهی در دنیا است. در زبان انگلیسی ما به بهشت میگوییم پارادایز، ولی این پارادایز در حقیقت از واژه فارسی باستان پریدایسا یا پردیس گرفته شده. پریدایسای کوروش دارای تقسیمات 4 بخشی یا 4 باغ بوده. امروزه بازمانده کاخ مسکونی به خوبی روشن می کند که خانواده شاهی و مهمانانشان با نشستن بر سکوی سنگی ویژه‌ای که دور تا دور ایوان قرار داشت از مناظر باشکوه باغ لذت می بردند. قرار گرفتن شاهنشین درست در وسط سکوی ایوان کاخ مسکونی ثابت میکنه که در میانه باغ فضای بازی بوده تا شاه از اون فضای باز چشم‌اندازی گسترده داشته باشه و بتونه همه باغ رو تماشا کنه. این تمهید باغ را عملاً به 4 بخش تقسیم می‌کرده. از این رو باغ‌های پاسارگاد بایستی نخستین نمونه 4 باغ در ایران باشند که بعدها الگویی شد برای طراحی باغ‌های زیبا نه تنها در ایران که در هندوستان و حتی در اسپانیا. اما در باغ‌های پاسارگاد چه درختانی کاشته می‌شد؟ شاید درختان این باغ به گونه‌ای که در نقش برجسته‌های تخت جمشید دیده می‌شود، شامل درختان سرو و نخل بوده باشند. و حتی شاید انواع درختان میوه از سراسر امپراتوری نیز در آن وجود داشتند تا بازتابی باشند از گستره پهناور امپراتوری کوروش. هر میهمانی که به پردیس شاه قدم میذاشت غرق در آرامش و ستایش میشد. شما کاخ ها رو در نظر بیارید که در میان سبزه و چمن و درختان و گلهای گوناگون و مرغان زیبای نغمه خوان قرار گرفته. میهمان میدید که آب در جویهای سپید که خورشید در اون تلالو داره زمزمه کنان روانه و هم به باغ ترابط میده و هم هوا رو خنک میکنه. منظره چشم نواز و آواهای گوش نواز که به این طریق آفریده میشد دلفریب و افسون کننده بوده. این چیزها بر روی هم هر باغی رو به بهشتی روح پرور تبدیل میکنه و باغهای کوروش هم همین بود. بهشت. بدین گونه پردیس کوروش نماد بهشت در زمین بود و از سوی دیگر علاقه او را به طبیعت و خرمی و زندگی نیز نمایش می داد. اما افقهای دیدگاه او حد و مرزی نمی شناخت.
از این رو سازه‌های بزرگ و یادمانی را نیز در پایتختش برپا کرد. برای نمونه در قسمت شمالی این مجموعه عظیم کاخ‌ها بقایای برجی سنگی به ارتفاع 14 متر به چشم می‌خورد که متأسفانه به سختی آسیب دیده است. این بنای یادمانی زیباترین بنای یادمانی دوره هخامنشی بوده. دو تا از اینا موجوده، یکی در نقش رستم که تقریبا کامل اون را داریم و اینجا که فقط نمای اصلی اون به جا مونده. در سه طرف بنا پنجره‌هایی هست که پنجره نماز، پنجره نیست، پنجره نماز، و ترکیبش از سنگ‌های سیاه و سفید به طرز بسیار حیرت انگیزی قرار گرفته. خود این بنا هم از نظر زیبایی هم از نظر جنبه آیینی آن در دوره هخامنشی جایگاه بسیار بسیار ویژه‌ای داشت. هنوز دانسته نیست که از این برج برای چه منظوری استفاده می شده. شاید برای برگزاری مراسم احترام به درگذشتگان، شاید هم نیایشگاه ویژه‌ای بوده که آتش مقدس را در آن نگاه می داشته. در نزدیکی این برج یادمانی محوطه مقدس قرار دارد. شاخصه آن دو سکوی سنگی اند که احتمال دارد کوروش برای مقاصد نیایشی از آنها استفاده می کرده است. برخی از دانشوران باور قطعی دارند که کوروش زرتشتی بوده است. گزنوفون در کتاب زندگی کوروش اشاره می کند که کوروش در موارد دینی به رهنمود مغان دربار عمل می کرد. نیروهای طبیعت رو مثل آب و باد و آتش و خاک رو به عنوان نیروهای ایزدی می دونستن، ولی البته نباید فکر کرد که به عنوان پرستش اونها اقدام میکردن، کما این که در شاهنامه این مسئله خیلی واضح آمده که نیا را همی بود آیین و کیش، پرستیدن ایزدی بود پیش. نگویی که آتش پرستان بودن، پرستنده پاکیزدان بودن. در آنگه بودی آتش خوب رنگ، چمر تازیان راست مهراب سنگ. اما کوروش این شهزاده راستین ایران صرف نظر از اینکه خود چه مذهب و آیینی داشت، در سراسر امپراتوریش آزادی مذهبی برقرار کرد که در جهان آن روز سابقه نداشت. تورات بهتر از هر منبع دیگری بر این مدعا شهادت می‌دهد. نام کوروش 22 بار در تورات ذکر شده، 15 بار در کتاب ازرا، 2 بار در کتاب تواریخ ایام، 2 بار در کتاب اشعیا و 3 بار در کتاب دانیال. با خوندن تورات تصویری که در ذهن انسان از کوروش نقش می‌بنده واقعاً خارق‌العاده است. کوروش رو عادل و خردمند، پادشاهی آرمانی و در حد پادشاهان بزرگ یهود مثل حضرت سلیمان می‌دونن. جالب است بدانیم که در پاسارگاد سکوی بزرگی بر روی تپه مشرف به شهر قرار دارد که آن را تخت مادر سلیمان می‌نامند. گمان بر این است که این سکوی ناتمام الهام بخش معماران تخت جمشید بوده تا آنان بنای تخت جمشید را بر سکویی بالاتر از زمین بسازند. در اینجا و بر روی سکو بناهایی وجود داشته که شاید همانهایی است که در الواح گلی تخت جمشید به نام انبار از آنها یاد می شود. در میان تعداد پرشمار الواح گلی که در آغاز قرن گذشته در تخت جمشید یافت شد، بیش از 50 تا 60 لوح از جایی به نام باترکاتاش یاد می‌کنند که به احتمال زیاد
معادل پاسارگاد در زبان ایرانی است. بیشتر این الواح مربوطند به دستمزد و جیره خوراک کارگرانی که اطراف پاسارگاد کار می‌کردند و برخی اشاره دارند به جیره اضافه زنان کارگری که کودکان شیرخوار داشتند. به این زنان پس از زایمان حقوق اضافی پرداخت می‌شده است. میراث کوروش بزرگ. کوروش در سال 530 قبل از میلاد درگذشت و از آن زمان تا کنون آرامگاهش مرکز توجه بازدید کنندگان از پاسارگاد بوده است. کوروش در پاسارگاد برای هنر و معماری هخامنشی معیاری متعالی از طراحی و اجرا بر جای گذاشت. تالار ستوندار که نمونه زیبای اون رو در پاسارگاد می‌بینیم، در سر تا سر امپراتوری ایرانیان به صورت الگو در اومد و ما بهترین نمونه اون رو در تخت جمشید می‌بینیم. تالار ستوندار در شوش هم هست. میدونیم که در همدان و بابل هم وجود داشته و نمونه ای از اون رو در شهر سیدای لبنان هم ساخته بودن. اما این پایان دستاوردهای کوروش نیست. جانشینان وی موفق به آفرینش شگفت‌انگیزترین عملیات مهندسی شدند که جهان نظیرش را ندیده بود. همه نام کانال سوئز رو شنیدن، اما چند نفر تا کنون نام کانال داریوش رو شنیدن؟ و من فرمان دادم این آب راه را بکنند تا کشتی ها بتوانند از رودخانه‌ای که نیل نام دارد و در مصر جاری است به دریایی روند که از پارس می آید. درازای آبراه داریوش گویا به 180 کیلومتر می رسیده که نوک شمال غربی دریای سرخ رو به صورت شرقی غربی به رود نیل پیوند می داده. هرودوت میگه که کانال داریوش چندان پهن بود که کشتی ها می تونستن همزمان از کنار هم عبور کنند. این کار مهندسی عظیم هخامنشیان حدود 2500 سال پیش از ساخت کانال امروزی انجام شده. یکی دیگر از دستاوردهای عظیم مهندسی ایرانیان ساختن راه شاهی بود. جاده شاهی دستاوردی است بزرگ. یک راه ارتباطی 2600 کیلومتری که از شوش در جنوب غرب ایران آغاز می شده و به شهر سارت در غرب ترکیه امروز می رسیده. شاخه دیگه‌ای این شاهراه رو به پاسارگاد و تخت جمشید که قلب امپراتوری بودن پیوند می داده. هرودوت نوشته که در سراسر این جاده ایستگاه‌هایی بوده که پیک سوار میتونسته اسب خسته خودش رو با اسبی تازه نفس عوض کنه و راه خودش رو به سرعت ادامه بده تا نامه یا پیام در کوتاه‌ترین زمان به مقصد برسه. هرودوت در این باره می‌نویسد: در جهان هیچ چیز سریع‌تر از چپارهای پارسی سفر نمی‌کند. این سامانه پیک های تندرو و چپارخانه ها
در واقع پیش درآمدی برای سرویس پست در قرون جدید بودند. اما مهمترین میراث کوروش کبیر فراتر از همه اینها بود، امپراتوری عظیمش. این امپراتوری که کوروش بنیادش نهاد نخستین امپراتوری در جهان بود که به گفته افتخارآمیز داریوش در بیستون مردمان بسیار با زبانهای گوناگون در آن میزیستند. بخش بزرگی از قدرت ایشان را ساختار پیچیده کشورداریشان تأمین میکرد، ولی از همه مهمتر بردباری بی سابقه آنان در پذیرش قانونها، سنتها و آزادی مذهبی و فرهنگی مردمان زیر دستشان بود. در سراسر امپراتوری ایران فضایی صلح‌آمیز و پر از آرامش حاکم بود. هر جا که آشوری‌ها و بابلی‌ها در سده‌های پیشتر خون‌ها ریخته و غارت‌ها کرده بودند، ایرانی‌ها می‌کوشیدند که آرامش و سعادت برقرار کنند. شعار ملت بزرگ ایران این بود: باشد که توانا ناتوان را نیازارد. میراث کوروش کبیر یعنی آزادی مذهبی و شکیبایی و آسانگیری بر مردم، الهام بخش بسیاری از کشورداران آینده از اسکندر مقدونی تا تامس جفرسون شد و این مهم از طریق کتابی میسرگشت به نام زندگی کوروش که گزنفان در همان روزگاران درباره منش و روش کوروش نوشت. امروزه در سازمان ملل نیز نمونه ای از استوانه کوروش را نهاده بر زیرش نوشتند: نخستین اعلامیه شناخته شده حقوق بشر. کوروش که پادشاه روشنبینی بود، اگر میدونست که روزی استوانه گلیش رو در نیویورک و اماکن مهم دیگر جهان به نمایش خواهند گذاشت و اون استوانه برای نخستین بار صلا در خواهد داد که ای مردمان، ریختن خون یکدیگر را بس کنید، چون انسانها بسیار با ارزشتر از آنند که میپندارید، اون وقت به راستی به خودش میبالید. میراث افتخارآمیز کوروش که در استوانه اعجاب‌آور او و در بهشت واره پاسارگادش جلوه‌گر شده، نموداری است از عشق به طبیعت و عشق به بلند پایگی انسان.